بازم خوش آمدین هموطنان عزیز، صبح همتون بخیر. ادامه برنامه سلام افغانستان است و در بخش بعدی برنامه قرار داریم. در بخش برنامه هم فیاض جان نجمی خبرنگار و مسئول کارگاه ماسک با خود داریم که خودتان همتون میدونین که در این وقت قرنطین همینو کار خود فعالیت خود آغاز کردن و ماسک تولید میکنن. خیلی خوش آمدین، صبحتون بخیر. سلامت، تشکر. سلام خدمت شما و خدمت هموطنان عزیزی که اکنون ما را بیننده هستن. امید دارم که در این روزهایی که قرنطینه هستند خوب و صحت مند سر حال باشند و مریضی که امروز نه تنها در افغانستان سراسر جهان فرا گرفته همیشان در حفظ همان علا باشند ان شاء الله. و آقای نجمی هم چیزی که ضرورت هست که باید هم مردم افغانستان استفاده بکنن، اینا تولید چه شروع کردن که تولید ماسک است و قسم ببینید نمونه های خودم اینجا آوردن که رنگ های مقبول هم دارن، دختر خانم میتونن استفاده بکنن. و میشه آقای نجمی در مورد کارتون بگین که چند مدت میشه کارتون فعالیت چه آغاز کردین کارگاهتون؟ تشکر. کارگاه ما تقریبا یک هفته شده فعالیت داره و خدا را شکر که ما در اوایل برنامه کمک و همکاری داشتیم با هموطنان ما و از طریق یوتیوب چینل خالص که پروداکشن به نشر می رفت. بعدا ما به این نتیجه رسیدیم که خانمایی که همه وقت ما می رفتیم، مثلا خانم های بی‌وضعیت بودن و خانواده های بی‌وضعیت بودن که سرپناه یا کس نداشت که اونا را تحویل مالی میکردن یا حمایت میکردن، به این مناسبت تیم خالص که پروداکشن و برنامه کمک همکاری به این نتیجه رسیدیم بیم کارهای بنیادی و اساسی بکنیم، به شکلی که ما تقریبا خانواده را یک ماه دو ماه اگر کمک میکردیم بعد از دوباره بر ما تماس میگرفتن که آیا بر ما کمک دیگه آمده یا خیر. به این اساس ما خواستیم برای این خانمها یک کارگاه خیاطی و آماده بسازیم. وقت ضروریش است که هم بتونن میگن هم ثواب هم خوروا همینجا جایش است که اینو برای اینا کارگاه خیاطی اینا روزانه میان یک استاد هستن و هشت بانو هستن که دو بانوی ازی در روزانه در روی بازار با می کارگاه دستوزی شده مواد و بعضی مواد اولیش از طریق ما تحلیل میشه و یا به بازار با این برن بر فروش میرسونن و دیگرایشان هم توسط برنامه کمک همکاری بر هموطنان ما به طور مجانی بخش میشه. بسیار عالی. و گفتین که در این کارگاه شما فقط 9 نفر خانم ها هستن که دو تاشون در بخش بازاریابیشون هستن و شش تا دیگه ش همینجا میمونه و کارهای خودم میکنن. بله. روزانه اینا چند ساعت کار میکنن در این کارگاه؟ ساعت 9 بجه شروع میشه تا 4 دیگر. و مشخص هست که شما روزانه چند دونه ماسک آماده میکنن اینا؟ بله دقیقا، به خاطر کار یا بعضی خانمایی هستن حتی با ماشین خیاطی آگاهی ندارن، یا به خاطر این ما هم اولین کار ما را با ماسک آغاز کردیم چون کار ساده ای هستن که یک استاد گرفتیم که اینا رو آموزش میدن به مناسبت یا آموزش میدن یا تقریبا روزانه ساعت 1.5 ساعت 200 دانه میدوزن با می 1 ساعت 200 دانه ما میخوایم هرچند آید خوبتر نمیشه اما به شکل کنه یک مصرف کار میشن و یک کار میتونن برای آینده خود بسازن. به اساس ما کارگاه را آماده ساختیم، البته کارگاه توسط کمک هموطنان ما از بیرون کشور است. بسیار عالی. و قسمی که هم هموطنان از ما میدونن که در شفاخانه ها یک ماسک خیلی قیمت هست. بل. و مشخص هم هست شما ساختین مشخص قیمت که شما ماسکایی که شما خود خانم ها آماده میکنن از کارگاه شما و قیمت چند به فروش میرسن؟ دقیقاً امروز یک بسته ماسک با 800 الی 900 افغانی در ادویجات در دواخانه های کابل فروش میرسن. اما به این مناسبت ما گفتیم بیم هم کار خوب تر شده و هم بتونیم به مردم سهولت اختیار بکنیم، یکی به طور مجانی که از طریق برنامه و کمک میرسن تقسیم میشه و همچنان ما با 35 افغانی یعنی دانه 10 افغانی ما بر فروش میرسانه میره دانه 10 افغانی واقعا خیلی قیمت و قیمت مناسب است که همه هموطنان عزیز میتونن استفاده بکنن و بر بانوها هم خیلی خوب است، به کسایی که واقعا توان دیگه زیر ندارن چون همه ما آگاه هستیم که یک چیز اگر مشخص هم باشه در افغانستان قیمت از اون و نرخ از اون خیلی بلند میره. و فعلا ما از آقای نجمی کدام ویدیو هم از کارگاه خود آوردن در ارتباط با او هم صحبت می داشته باشن، ویدیو هم آماده است کمکارا با هم یک جا ببینیم. یه اما بانوایی هستن که روزانه میان از ساعت 9 الی 4 دیگر کار میکنن و کار خدا روزانه ادامه میتن. بالاخره منبع آید ما نه که از اینجا میداشته باشن، ما برای کسی که استاد است برای اونها یک نرخ داریم و کسی که شاگرد است و خزان یعنی پوینت تر است نسبت به و کسایی که بیشتر در یک ماه البته کارشان خیلی خوب تر میشن، یعنی بر استاد میره ماش زیاد ارتقا میکنه برای بالا میره و بعدا ان شاء الله بار از قرنطین یا ماسک خلاص میشه ما پلان های دیگه هم داریم برای این بونوا، مثلا پروژه هایی را داریم که بتن اینا اجرا عملی بکنن و همچنان عزیزایی که در بیرون کشور بودن میگفتن برای اینا کارگاه خیاطی آماده بسازین تا ما آردر یا چیزایی را که داریم از اینا تولید بکنن، لباس های افغانی و چیزایی که خود محصولات خود افغانی ما هستن اینا ان شاء الله تولید میکنن و بعدا ما ان شاء الله میتونیم به دسترس هموطنان ما در هر گوشه و نقاط که هستن برسانیم.
بسیار عالی. و گفتین که این پروسه و کارگاه شما را از تمدید هست بیرون از افغانستان بب. میشه دوستایی که هستن شما همکاری میداشتن، همکاری از اونا چیگونه به شما بود؟ چی انگیزه بر شما باعث شد که کارگاه را آماده بسازین؟ یا پیشنهاد و تقاضای هموطن عزیزی ما که در بیرون مرزی افغانستان زندگی میکنن، تقاضا از اونا شما چی بود؟ اول آغاز بکنم، امیدوارم که وقتتون نگیرن نگیرم. برنامه ما که آغاز شد از طریق یوتیوب چینل، اولین کسی بودم خدا رو شکر که برنامه کمک و همکاری را با هموطنان ما از طریق یوتیوب آغاز کردم و هم قسم تونستم به زودترین فرصت و هم علاقمندای خود و همچنان هم عزیزایی که کمک امداد کمک و امداد رسانی میکنن و دست بیارم و با همراه هموطنان ما همدردی بکنه. خدا رو شکر برنامه ما هاشتا گسترش یافت و بالاخره با یک نکته دیگر هم یادآوری بکنم، اولین کسی بودیم که ما یوتیوبرها در افغانستان بودیم و در حوالی که ما کار آغاز کرده بودیم دو سال پیش از بس از یوتیوب میزدیم کسی حاضر نمیشد برای ما مصاحبه نمیداد. اینا دشواری هایی را پشت سر گذاشتیم. امروز خدا رو شکر یوتیوب منیس یک شغل برای مردم و درآمد، یعنی میتونه مردم یک درآمد هم داشته باشه. امروز خدا رو شکر میبینیم خیلی جوان ها و خیلی هموطنان ما آمدن صاحب یک کار شدن و کار میکنن در کنار ما و در ضمن همچنان برنامه کمک همکاری که ما آغاز کردیم بعدن حالا هم خیلی برنامه های دیگر هم هست از هموطنان ما و از جای ما که زنده و سلامت باشن در هر گوشه میرن و مثل ما دست هموطنان ما را میگیرن و همراهشان امداد و کمک رسانی میکنن. در کل شفافیت برنامه ما همین بود که ما باید میرفتیم پول که هموطنان ما روان میکردن و پول ما میبردیم برشان تسلیم میکردن و پس دوباره ویدیو میگرفتیم و خدمت هموطنان ما نشر میکردیم. بالاخره انگیزه باعث شد که ما همون شکلی که پیشتر یادآوری کردم، یعنی همه روز همه وقت ما پول نقد میدادیم، میام گفتم این بار پول نقد نمید، خودشان کار بکنن و خودشان هم یک چیز رو یاد بگیرن و هم بتونن یک کار خیلی خوبتر انجام بدن که هم تولید داشته باشیم و هم یک لقمه نان به طرف خانه خود ببرن. خیلی از اعضا و خیلی خانم هایی هستن که امروز چپرشان شوهرایشان و یا بی سرپرست شدن، چون افغانستان از دشواری های خیلی هست. بدبختانه وقتی که ما میریم از نزدیک وضعیت خانواده ها رو میبینیم و درک میکنیم که اونا چقدر مشکلات دارن و کسایی هستن که حتی نان خوردن خدا ندارن. این خانمایی را که شما اینا حکنون در تصویر میبینین، اینا همشون به سرپرست هستن یا شوهرشان شهید شده یا یکی معتاد هستن یا که یا نحوه مختلف. خیلی دشواری های زیادی هست که هموطنان ما در این روزهای بعد به سر میبرن. با این مثلا مناسبت ما خواستیم بیم این کار انجام بدیم و تا بتونن کارهایی که خیلی خوبتر داشته باشن و بعضی هموطنان مثلا نکنن که اینجا یک آقا هم دیده میشن. یک آقا باید منعیس یک استاد است و در مدت یک هفته یا دو هفته امروی نیا کار میکنه تا ما بخیر میشالا بتونیم امروی دوستا صحبت کردیم نمایندگی هایش بر نقاط مختلف ادعا بکنیم. مثلا در این روزها خانمایی که میان مثلا از دیوانان میان، از سمت دشتی بچی میان، از نقاط مختلف میان، یعنی موتر برشان پیدا نمیشه، مجبور هستن یک ساعت یا نیم ساعت را بیاین پیاده روی بکنن. و این مناسبت کسایی که میخوان همراه ما همکاری داشته باشن، ما پروژه هایی را داریم که انشالله بتونیم همراهشان هماهنگی بکنیم و بر نقاط مختلف شهر کابل بتونیم نمایندگی ما را با بکنیم که اونا برشان سخلت تر شه و با اونجا بیاین کار خدا بکنن. بله. و تاکنون فقط کارگاه شما در کابل بوده و کسانی گفتین که از جاهای دور خانه ما میتونن بیان، این کارگاه موقعشون در کجا هست؟ چگونه اینا میخوان بجز اینکه سرکو هم کلا شاید فکر میکنم و بس جا بند باشه که نتونن احتمال داره باز کامل مسدود چهار رفت آمد. بله. و اینا چگونه رفتار میکنن و میان؟ خب برای فعلا هم موتورهای 20 افغانی که از یا تاکسی هستن صرف کارگاه شما برای از اونا کدام موتر آمدن؟ فقط مانع مقدار ماشین ما به نظر گرفتیم که برای پول هنده که با 1,500 دلار ما تونستیم میره سرمایه گذاری بکنیم و با 1,500 دلار مصرف بکنیم. یعنی 8 بانو در یک مکان کار کردنش و مدیریتش خیلی دشوار است، چون در افغانستان هستیم و مشکلات خیلی را ما سر پشت راه داریم، خاصا مواد زیره که ما وقتی خرید کردیم بسیار با قیمت بالایی برای ما وقت تمام شد. یعنی چون وقتی بود که بتونیم گفتیم بیم امروی اینا همکاری داشته باشیم و همون مای دادن همیشه وقت یاد ندید یا چی میگم مای خوردن ندیم و مای گرفتن یاد بدیم که همیشه وقت دوامدار امروی خانواده خود بخورن. دقیقا. و فکر میکنم کم تصویر هم آماده است، تصویر رو هم ببینیم. بله. تصویر بانوه هستن که روز اول است که کارشان آغاز شدن. برای فعلا هم ما دفتر مشخصی براش نگرفتیم، همون استودیوی خود ما هست، پارتیشن زدیم، پارتیشن گرفتیم تا اینا میان کار میکنن و دفتر جای صحبت کردیم. امین بخیر ان شاء الله قرنطینه خلاص شوه و بتونیم بزودترین فرصت برای اینا جای مشخص آماده شوه و کار خودشون آغاز بکنن. بله بسیار عالی. و مشخصا تو اکنون کارگاه آماده نکردین برای کارگاه آماده است، تمام مسائلش، تمام چیز ماشین خیاطی و همه چیزش، فقط چیزی که آمادن جایشان است که یک اتاق است. ما تصمیم داریم میره گسترش بدیم و سه اتاق تبدیل بکنیم، یعنی سه جای که به خاطر اینکه بعد مسافیشون مایش مشخص شوه و از دوستاش سوال بکنن که چی سی از چیگونه خواهد بود. ما در ضمن که بر فعلا ماسک تولید میکنیم، ان شاء الله بعد از این مواد ضد عفونی کننده هم تولید میکنیم و هم تصویرای ماسک با سه رنگ ما فعلا تولیدات داریم و دیزاین های خود بانوهای افغان هستن که با طرح یکدیگیشون همین چیزا رو آماده ساختن.
بله بانوان افغانستان همیشان کارخواست هستند و استعدادشان قابل قدر است. اگر هیچ چیز را هم یاد نداشته باشند ولی با مردم بیان میکنند که ما هم یک چیز هستیم. بله تولداتی است که بعد از چی ما پوشیدیم و بعد در صفحات شمایی به نشر رساندیم. بسیار عالی. و میشه آقای نجمی بگوین برخورد مردم افغانستان و کسان دولت در کابل هستن، برخورد از اینا با شما چگونه هست؟ از طریق از اینا کدام گپ یا صحبتی برای شما وقت کارگاه شما هم بوده؟ برای فعلا ما چون ما جواز رسمی داریم از طرف نهاد ما و به فعالیت داریم، یعنی برای ما کدام ان شاء الله کدام ممانعت نخواهد پیش ما، چون کار خیری است. بله. و وقتی که کار کردید و بک‌گراندت برای مردم آگاهی داشته باشه، به جز تشویق و تشکر میکنیم از تک تکشون که همیشه وقت ما را دیدن و حمایت کردن و تشویق کردن و اسم محبت و همدردیشون هم روی بادن. حتی خیلی خوشحال میشم، من خیلی خوشحال هستم که وطن دارای ما نه تنها در کابل در جدیدن یا در این اواخر مردم های بیرون از ولایت های افغانستان هم آمدن همراه ما، در خود بیرون از ولایت های مرکزی شرقی آمدن همراه ما، یک جا رفتن سراغ خانواده ها رفتن کمک همکاری کردن و این جای خوشی بر ما و بر هموطنان ما هست. یعنی ما در زمین که سابق از بیرون 95% بینید های ما از بیرون کشور بود، فقط 5% ما از داخلی بینید داشتم، اما امروز خدا رو شکر با میبینم که هموطنان ما کسایی که دارن و کسایی که یعنی زندگیشان خوبتر از اونا میخوان، من همدردی میکنن و کمک همکاری میکنن همراه وطن دارای ما. همین جای حس همدردی، وطن دوستی و انسانیت است که برای یکدیگه خود کمک میکنن و امداد رسانی میکنن. بسیار عالی. و این هم ماسک هست که آقای نجمی در کارگاه خود آماده کردن. براتون میپوشم یک بار شما هم ببینین که میتونین در بیرون همیشه استفاده بکنین. و یک چیزی هست که نه مشکل داره و نه هم هموطن اسم بگن که ما بنی متنم دو لاکار کرده میره. یکی تکه کاتن است که هیچ وقت عرق نمیکنه و سلایم یا گرم نمیشه و این طرف هم جاله گرفتیم به خاطر که بتونه به درستی هوایی را که تلو از بیرون است نتونه تلفظ بکنن، یعنی هوا به تلفظ بکنه اما هوای بیرون نه برای طرف. خیلی یعنی دو لاکار شده، قیمت بسیار گزافه که گفتم به این مناسبت. بله. شده یعنی گفتم چیز خوب تر تولید کنیم با قیمت ارزان تر، چیز ارزان خود تمام جا پیدا میشه که درون دام در استفاده و یکی نمیتونم که یک بار مصرف بگیم. کسایی که تواناییش دارن میتونن دیگه استفاده بکنن، کسایی که توانایی نشه که توانایی ندارن میتونن ببرن بشوین، یعنی قابل شستشو را دارن. و موادی که به این زده میشه آقای نشمی بازیره که بشوین از بین نمیره؟ نه انشالله ایج ما از بین نمیره، بخاطر یک اوتو بکنن فقط بارنشن خلاص، انشالله پس میتونن دوباره استفاده بکنن. بله خیلی چیز حالی هست و چیزی با کیفیت هست، شما هم میتونیم با قیمت گزاف و ارزان از استفاده بکنین و خیلی رنگ های مقبول هم داره، هم اگه میتونیم یک رنگ دیگه شما. تصادفا دیروز تقسیمات داشتیم در بیرون با هموطنان به تعداد 500 دانه ماسک ما درست تقسیمات داشتیم، به مناسبت این روز 300 دانه و 1500 دانه تولید میکنن، به اون ما کمبود میکنیم، من تونستم یک رنگ دیگه شما بر شما میارده خیلی تصویر دوستا دیدن با تصویر دیدن هم بسان از ماک دستور شخورده بودیم بر ما مشاهده کردیم. و ایشو بگین که آقای نجمی تجارا و هم امروز شما در افغانستان که هستن کمک هایی داشتن؟ متاسفانه اینترنت و صفحات اجتماعی در کل خصوصا یوتیوب از این گزافه داره که وطنان ما برن سر بزنن و او رو بیننده باشن. به این مناسبت یکانه دلیل شده میتونه که شاید آگاهی نداشته باشن، چون انسان های خیلی خیرخواهی رو من دارم، من پیشتر یادآوری کردم چون در این اواخر اینترنت افغانستان خوبتر شده به مناسبت یعنی از نگاه قیمت دیگه بعضی هموطنان ما که دسترسی دارن همراه ما رو میشناسن و همراه من کمک همکاری داشتن، اما تا فعلا تو کلا مرجی یا ساعت هم امروز ما کمک داشتن حضرت ساعت هم تا فعلا متاسفانه تماس گرفتیم برشون گفتن تماس میگیریم، تو هنوز برامون تماس گرفتن نه، من گله ندارم ازشون چون وقتی هست که اونها خیلی مصروف هستن، باید ما کسایی شویم که دست اونها رو بگیریم همراهشون همکاری داشته باشیم. یعنی ما منیس یک انسان، منیس یک هموطن، منیس یک کسایی که باید مراعات بکنیم چیزی که تطبیق از حضرت ساعت هم میشه و گفته میشه. اما متاسفانه یک چیز دیگر من شنیدم که حضرت ساعت هم گفته که اعلان کرده کسایی که غریب کار است یا کسایی که بی وضعیت هستن اونها خود روی جاده ها ببرن خو خیر، اما کسایی که یعنی اقتصادشان خوبتر است اونها ببرن، بیشتر نقض قوانین از طرف میگیم مردم میشن. ما بریم کسایی شویم که در این اواخر در این روزهای بعد دست یک دیگر را بگیریم، دست یک دیگر باشیم نه دشمن یک دیگر. سلامت زنده باشین و همیشه پلان ها و برنامه های دم. بله پلان های خیلی خوبتر داریم که انشالله با کمک هموطنان کمک همکاری هموطنان ما میتونیم برای این هدف ها و آرزوهای ما برسیم که آمدن 8 بانو در یک کارگاه، یعنی فکر بکنین 8 خانواده صاحب نان میشه و این وقتش هست که ما بتونیم پلان گذاری بکنیم و بیشتر و بیشتر نمایندگی خود ارتقا بدیم و در جاهای مختلف حتی بتونیم بیرون از ولایت از خود کابل، یعنی در ولایت ها هم باید بسنیم. خیلی از مصاحبتان هم گرفتم از این ماکس شما کاموده کردین به ولایت های کابل هم روان کردین یا خیر؟ یک امداد رسانی جدیدن مبارزه با کرونا، یک بعضی از دوستای ما هست با اونا مبادله کردیم، ان شاء الله به تعداد 200 دانه ماسک
انشالله بزودتر این فرصت امروز یا فردا شاد آمده شد و به دسترسشان قرار بدیم و میتونیم انشالله یک کار خیری هست و همیشه وقت یادآوری کردیم که در برنامه کمک همکاری در هر برنامه‌ای که ما بریم یا هموطنان ما که تقاضایشون داشته باشن ما میتونیم انشالله تولید بکنیم که این نه تنها برای اوت برای طرف هموطنان ما چیه و این خوب است برای خانواده هایی که اینجا کار میکنن فرمول یک امایه کندکی است که برای این بانوا میشه این که ناکدا منبع درآمد دیگر ندارن شما باور بکنین ما اگر بیم یادآوری بکنم ما از این ماسکا 40000 افغانی عاید داریم اما مصرف ما 1.5 لک 1.10 افغانی است یعنی با حمایت مردم ما با همکاری مردم بینون کشور ما که خدا شکر توانز اسپانسر شدن و گفتوادی اسپانسر دادن که گفتن بذاتن فرصت ما میتونیم دیگه جای نمایندگیشان باز بکنیم و ما هم اعلان گذاشتیم در صفحات شما کسایی که علاقه مندی دارن و کسایی که در این کار تخصص دارن و میتونن یک کل مدیریت بکنن و در زیر یک سقف 5 یا 6 یا 10 خانم که میان کار میکنن کار خیری است که بهم بخیر انجام بدیم و وقتش هست که دست هموطنان ما بگیریم. دقیقاً سلامت زنده باشین تشکر و خیلی ممنون از اینکه در برنامه ممنونتون سلامت باشین. تشکر از شما و کارها و برنامه‌هایی که شما کمک به خیری به مردم افغانستان می‌کنید هستیم ان شاء الله که همیشه کامیاب باشین. ممنونتون. و همچنین از بانوان عزیزی که دوستان میتونن که البته یاد دارن میتونن به کار از کارگاه آقای نجمی هم بپیوندن و در صفات مدیر نه تنها یاد ندارن خیلی باشن رفتن خدمت میکنم. کسایی هستن ما پیشتر یادآوری کردم با ماشین خیاطی آشنایی ندارن حتی نمیتونن تار سوز میفهم بکنن ویسلام. اینا ما آموزش میتیم که چگونه میتونن یاد بگیرن و وقتی که یاد گرفتن فعلا شاگرد هستن و میتونن فردا یک استاد خیلی خوبتر شون و در ضمن که معاشش بلند میشه و خیلی خوبتر میتونیم یک نمایندگی رو به اختیارشون قرار بدیم. زنده و سلامت باشین. تشکر. ما هم هموطنان عزیز وقفه گوتا میگیریم بعد از وقفه برمیگردیم.